نکته ای رو که فرمودید درباره قانون، من میخوام ببینم که چقدرم این قوانین در واقع ضمانت اجرایی داره، به خاطر اینکه شما یه وقتی کنسرت های قربانی بود اصفهان، نوازنده خانم میخواست بره اجرا بکنه، مجوز هم داشتن، جلوگیری شد از حضورشون، شما خودتون شخصا وارد عمل شدید، هم عذرخواهی کردید هم گفتید باید در واقع طبق قانون وقتی مجوز صادر شده باید پای این قانون ایستاد. اما ما باز میبینیم آقای دکتر این تکرار میشه، همین چندی پیش کنسرت امین بانی همین اتفاق افتاد، یعنی بازی نوازنده خانم با مجوز اما نذاشتن، جلوگیری کردن و نوازنده اجرا نکرد. میخوام ببینم که چقدر یعنی قوانین، حالا مثلا مجوزهایی که برای ساخت فیلم، برای پروانه نمایش، برای کنسرت ها، چقدر ضمانت اجرایی داره؟ ببینید این مواردی که شما میگید، ببینید مثلا تئاتر، ما سالی 10,000 مجوز تئاتر میدیم، شاید مثلا الان که هیچ موردی از تئاتر مثلا نداشتیم، در همین اجراهای صحنه‌ای شما ببینید کلش بخواید به ذهن خودتون که الحمدلله ذهن هنرمندی دارید و وقایع هنری ثبت میشه دقیق نگاه کنید، شاید بخواید در طول امسال بشمارید 1-2-3 نمیرسه. چرا؟ چون نیست، همه این اجرا میشه، همون یه جایی هم که دچار مشکل میشه. میدونن دوستان، من به عنوان وزیر فرهنگ در دولتی که رئیسش یک قانون مدار سالها رئیس دستگاه عدلیه بوده، دادستان بوده، ما در اجرای قانون با هیچ کس مسامحه نداریم. و همین دلیل در آخرین کاری که اتفاق افتاده در همین سند موسیقی به تصریح اومده که هر مجوزی که وزارت ارشاد صادر میکنه همه موظفن اجرا کنن، باز تاکید شده کسی سلیقه عمل نکنه، مدیری با حب و بغض شخصی عمل نکنه. شما میدونید ما به خاطر ایستادگی در اجرای قانون شاید منتقدینی از افرادی با گرایش‌های سیاسی متفاوت از خودمون داشته باشیم، اما منتقدین داخل گرایش سیاسیمون از همه بیشتره. یعنی من به عنوان مسئول حوزه فرهنگ و هنر چون محکم وایستادم سر حمایت از هنرمندا، بله، سر حمایت از قانون، اون جایی که تخطی میشه میدونن. شما چون من عرض میکنم میره تو حوزه های شخصی هنرمندان، هنرمند محترمی بوده دوچار یک مشکل حاد، همین مشکلات اخیر شده اومده پیش من، من خودم حل کردم، دنبال حلش بودم با وجود اینکه خارج از دستگاه ما بوده و حلش کردم. بله. حتما اون هنرمند عزیز و نظارین دارن صدای منو میشنون. بله. بله. و میدونم ما بنا داریم به هنرمندا کمک کنیم. از اهالی فرهنگ هنرم خواهشمون اینه که در چارچوب قانون کار